6 نفری که بودن منو دوره کردن به این شیوه، در واقع شیوه توپ بیسبال میگفتن، منو به همدیگه پاس میدادن که موقع پاس دادن به همدیگه هم شروع میکردن به تضعیف روحی و یه سری حرفایی میگفتن. در واقع من رو کشیدن آوردن پشت در اتاق شعبه 7 و رفتن. مدتی که من اونجا بودم در واقع راه رو هیچ کس نبود، خیلی سکوت کل راه رو گرفته بود. در لحظات بی‌نمک بودم، مثلا از خواب می‌رفتم بعد دوباره مجدداً به هوش می‌اومدم. وقتی مدتی بعد که نمی‌دونم مثلا چه نظامی شد، به خودم که اومدم دیدم یه برادری توی راه رو نشسته. بعد اون برادر منو صدا کرد، خواهر. من اول ترسیدم، گفتم این کیه داره منو صدا میکنه. خواهر بتونه میخوای؟ چیزی نگفتم. بعد این برادر گفتش که خواهر نگران نباش، من یه مجاهدم، فقط میخواستم این پتو رو بهت بدم. که بعد پتو رو آورد به من داد و من خلاصه پتو رو روم انداختن چون خیلی لرز کرده بودم. تو همین فاصله که به میزانی گذشت چند نفر از این بازجو اومدن بیرون، تا دیدن یه پتو رو من هستش شروع به اینکه پتو رو کی بهت داد و شروع کردم به زدن این برادر. وقتی در عباس بهش میخور خودم احساس میکردم رو قلبم این ضربه فرود میاد، خیلی لحظات سختی بود. فریاد بهشون گفتم که من که بهتون گفته بودم تا با برادرم حرف نزنم، باهاش صحبت نکنم، یک کلام با شما حرف نمیزدم، باورتونم ندارم. میخواستم برادرم رو ببینم، از طرفی تلاش میکردم زمان بخرم که بچه ها متوجه دستگیری ما بشن که بتونن ردها و خونهایی که هستن رو چیکار کنن، بسوزونن. به همین دلیل زمانم برام خیلی تعیین کننده بود که بتونیم خلاصه تا اونجایی که میشه اینا رو دست به سر بکنن. باید اتاق کوچیک که شدم، یه تخت کوچیکی بود که برادرم مچاله شده بود کنار دیوار. بعد از پشت چشمن که میدیدم تقریبا از زانو به پایین پاها کبود، خونالود، بعد سر و صورتش کامل خونالود و اینا نمیدونستن که من از پشت چشمن دارم صحنه رو میبینم. گوشی لبم و گاز میگرفتم که داد نزنم، با اینا درگیر نشم، فریاد نشم، چون صحنه برام خیلی صحنه سختی بود که ببینم خلاصه برادرم با این وضع گوشی دیوار قرار گرفت. این عکس برادرم منوچهر هستش که برای پشبی شما رفت. این عکسش توی کردستان برای ماموریت به کردستان رفته بود. بعد منوچهر رو مقابل من آورد، تقریبا به اندازه مثلا یک قدم باهاش فاصله داشتم، یک قدم بزرگ باهاش فاصله داشتم.
من همچنان منتظر بودم که اون حرف بزنه، که ببینم که خلاصه چی میگه. برادرم یهو با سری و با عجله برگشت به من گفتش که مهناز جان، به اینا بگو که تو مدارک آتیش زدی، بگو. این حالا داشت چه کار میکرد؟ برادرم داشت تو دهن من حرف میذاش که خلاصه به اینا بگو که مدارک تو آتیش زدی. نه که خودش غافلگیر شده بود، این فکر میکرد که منم غافلگیر شدم، در صورتی که من به طور واقعی مدارک آتیش زده بودم، همه رو کاملا از بین برده بودم. بعد به همین دلیل تا که این حرف رو زد اسلامی، فکر کنم مشتش چیز سیاهی بود، فکر کنم پنجه بوکس بود، یه چیزی بسته بود به دستش، با مشت تو دهنش به خواهرت داری خط میدی که خلاصه بگی که مدارک رو سوزونده. فکر فریاد زد گفت اگه بگی مدارک رو آتیش زدیم یک بلای سرت بیاریم که تا اوم داری فراموش نکنیم. بعد من برگشتم گفتم من واقعا مدارک رو آتیش زدم. به تخت کامل بستن، بعد یه پتو که کامل سراسری روم انداختن، دستامم از دو طرف روی تخت بستن، یه وزنه سنگ روی کمرم گذاشتن و بعد موقع زدن میدونستم که اسلامیه، چون وقتی اومد اسلامی و فکور وارد اتاق شدن. اسلامی بود که در واقع شکنجه میکرد، با کاف کپ پا میزد. یه نفر از اونا در واقع پتو رو توی دهنم کرد و رو سرم نشست، با کاب شروع کردن به زدن به کف پام. وقتی که با کاب می زدن درد به طور واقعی خیلی زیاد بود که من مثلا حالت خفگی خیلی زیادی هم بهم دست داده بود. در لحظه که احساس خفگی به خودم دست داده بود، بی اختیار یاد این برادرم امیر افتادم که لابد این اینجوری که واقع خفه شده. ده سالش بود که اعلام کردن که تیبارونش کردن، ولی زیر شکنجه خفه میشه، به شهادت میرسه. یه اسلامی برگشت گفتش که اگه میخوای حرف بزنی یا مدارک رو بده، یا اگه میخوای حرف بزنی دستاتو بلند کن که ما بدونیم تو میخوای بگی به ما کجاست. من در لحظات دیگه واقعا دیگه داشتم خفه میشدم، دستم بلند کردم و دیگه پتو رو از سرم بلند شدن، پتو رو ورداشتن و از دهنم آوردن بیرون. وقتی کاملا خوب نفس کشیدم اینا گفتن بگو که یالا چه کار کردی، گفتم من که بهتون گفتم آتیش زدم. دوباره مجدد